درود فروان خدمت دوستان عزیز، در دهمین روز سال جدید و آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه شاهد سبز شدن مجدد بازار بودیم. پس از اینکه دیروز شاخص کل حرکتی نداشت، امروز مجدداً با 1.3% رشد به کار خودش ادامه داد. البته خب تو ساعت اولیه بازگشایی هم جو که میبینید شاخص کل خیلی حرکتی نداشت، ولی هر چقدر که به سمت انتهای بازار نزدیک شدیم تونست بالاتر بره تا به نحوی که به 1.3% رشد امروز دست پیدا کرد. شاخص کل هموزن هم همینجور هرچی به سمت انتهای بازار رفت بهتر بالا آمد و با 0.8% رشد به کار خودش خاتمه داد. همونجور که مشاهده میکنین گروه خودرویی ها باز امروز نقش بسزایی توی این قضیه داشتن، همچنین پتروشیمی هایی که امروز توسط حقیقی ها خیلی خوب مورد استقبال قرار گرفتن که حالا بهش خواهیم رسید. وضعیت فلزات اساسی هم خوب بود، فراورده های نفتی. همونجور که میبینید نمادهای مانند کالا، انرژی سه، فرابورس هم روز خوبی پشت سر گذاشتن. سیمانی ها روز خوبی داشتن و در کل میشه گفتش که دارویی ها هم امروز روز خوبی داشتن و در هر حال از ابتدای امسال تا الان روند صعودی خوبی را در بورس شاهد هستیم، به نحوی که الان روی این نقشه‌مونم که بیاید نگاه بکنید میبینیم که بر اساس همون خطی که قبلا هم کشیدیم برای الگوی پرچم فعلا داره حرکت خودش را ادامه میده خوشبختانه و فعلا مشکلی نداشته. ببینید یه حرکت خیلی خوب که امیدواریم واقعا رو همین خطه بتونه حداقل تا اینجا حرکت خودش رو ادامه بده، شاید هم بتونه بالاتر بره. البته خب در حال انتظار اصلاح شاید در 1.5 میلیون داشته باشیم، به خاطر اینکه ببینید اینجا ما یک مقاومتی داریم 1.580 میلیون، حالا حدودای 1.500 میلیون، بین 1.500 میلیون تا 1.600 میلیون احتمال اصلاح هم وجود داره، ولی اگر هم اصلاحی باشه دیگه من فکر نمی کنم اصلاح خیلی عمیقی باشه و بخواد خیلی قیمت بیاد پایین. شاید تو همون رنج مثلا یه مدتی به صورت زمانی اصلاح بکنه و یا اینکه تا یه حد کمی بیاد پایین و مجدداً حرکت خودش ادامه بده. انتظار ما این هستش که در حال در سال 1401 شاهد یک حرکت صعودی خوبی باشی، مگر اینکه باز یه اتفاقی از یه جایی بیفته که درها تو بازارهای مالی قابل پیش بینی نیست. ولی از نظر اندیکاتوری فعلا مومنتوم مجدداً یک شیب خیلی خوبی به خودش گرفته، میبینید که از صفر چقدر دور شده و با شیب خوبی داره فعلا بالا میره. بقیه اندیکاتورها هم وضعیت مناسبی دارن، آرون که نارنجی از بالا داره حرکت میکنه، آبی پایین، اینجا روی مکدی هم که مشاهده میکنید با حالت خوبی داره حرکت خودش رو ادامه میده و RSI هم فعلا بله میبینید که مجددن آبی به طرف بالا میخواد حرکتش رو انجام بده و قرمز اومده به پایین. اگه مجدد با آبی بیاد بالا و اینا قطع بکنه، باز انتظار داریم که توی این محدودی حرکت بکنه و حرکتش حرکت خوبی باشه. شاخص کل هموزن هم الان تقریبا به محدوده مقاومتی خودش داره نزدیک میشه، ولی موقعیت مناسبیه، یعنی که الان ما خب 2-3 روز تعطیلات آخر هفته و 13 بدر رو داریم، بعدش که بازار شروع به کار میکنه احتمال داره که دیگه بتونه این رو به خوبی رد بکنه تا اینکه برسیم به ماه رمضان. حالا برای ماه رمضان احتمال داره که توی این محدوده ما شاهد مقاومت باشیم از شاخص کل هموزن. ببینید ما یه مقاومت هم اینجا داریم، من این رو هم براتون اینجا میکشم، حالا یعنی بذارید رنگش رو هم همون قرمز بذاریم که مشخص باشه. خب حالا بهتر شد. ببینید
الان ما به این مقاومت رسیدیم، ولی اینجوری که الان داره جلو میره اوضاع بورس، من بعید میدونم که این مقاومت بخواد خیلی مزاحمت ایجاد بکنه برای ما. و بریم سراغ مقاومت بعدی شاخص کل هموزن که اینجا هستش، یعنی احتمال داره که ما بیایم تا اینجا رو بالا و در اینجا یه اصلاح داشته باشیم، چون تقریبا به مارمزون هم نزدیک میشیم و همیشه خب یه افتی در بازار وجود داشته. البته خب امسال به خاطر قضیه اوکراین و اتفاقات دیگه که افتاده شاید خیلی تاثیرگذار هم نباشه این موضوع، ولی خب ما به رسم سالهای قبل داریم خدمت شما عزیزان عرض بکنیم که بالاخره تو مارمزون همیشه یه افت کوچیکی بعضی اوقات شاهد بودیم، حالا همیشه هم نه، ولی خب طبیعی هستش تو همه بازار ما هم تأثیر گذاره این قضیه. خب ورود پول حقیقی ها میبینید که امروز باز حجمش بیشتر از پول حقوقی بوده، 267 به 195 به نفع حقیقی ها هستش. حقیقی ها سراغ محصولات پتروشیمی رفتن امروز، کرماشا، آریا، نوری و جم، اینها نمادهایی بودن که ایسایش هم خیلی ریز نوشته، من نتونستم بخونم. آها بهتر شد. زاگروس، جم، شکام، همچنین خگستر، خساپا، رمپنا و بورس نمادهایی بودن که امروز حقیقی ها بهش علاقه داشتن. حقوقی ها سراغ فلزات اساسی، بانکی ها، دارویی ها، حمل و نقلی ها امروز بیشتر رفتن، ولی خب در مجموع همجور مشاهده میکنید خرید حقیقی ها اینقدر در پتروشیمی و خودروی ها زیاد بود که مقام اول و دوم به خودش اختصاص داد، یه جورایی هم باعث شد که نسبت پول حقیقی به حقوقی بیشتر بشه. پس بنابراین امروز پتروشیمی ها میشه گفتش خیلی خوب استقبال شدن از طرف حقیقی های بازار. صف های خرید هم نسبت خیلی خوبی دارن، تقریبا 800 به 40 هستن، یعنی از نظر ارزش صف های خرید ما به فروش میشه گفتش که 20 برابر بیشتره ارزششون. و خب فقط در روزهای خوب بورس ما به این آمار میرسیدیم سابق، پس میتونیم بگیم که الان بورس در موقعیت خوبی قرار گرفته. نمادها رو هم مشاهده میکنید که حالا کدوم ها بیشتر صف خرید داشتن از امروز صبح ساعت 9:30 صبح. و خب همونجور که دیدید هرچی هم به سمت انتها رفتیم این قضیه بهتر شد، یعنی اگر آخر کار را باز میگرفتن شاید صفای خرید تو برخی از نمادهای دیگه هم مشهود بود. خب از نظر تعدادی هم نمادهای مثبتمون که بیش از 3% افزایش داشتن، 195 به 26، اینجا هم باز آمار خوبیه. همه شاخصاسامون در بورس و فرابورس هم می‌بینید تأثیر مثبت داشتن. و تنها نکته‌ای که نسبت به دیروز میتونیم بگیم یه مقداری افت داشت و خب دیروز موقعیت بهتری بود، ارزش کل معاملات بود که خب الان یه چیزی بوده 1000 میلیارد امروز کمتر از دیروز انجام گرفت. دیروز حدوداً 5000 خورده ای بود، امروز 3925، حدود 4000. شاید 1100 میلیارد امروز نسبت به دیروز کاهش داشتیم که خب این قسمتش میشه گفتش که امروز جالب نبود و امیدواریم حالا روزهای آینده این قضیه با افزایش مجدداً مواجه بشه. خب بیت کوین هم در همون کانال 47000 داره حرکت میکنه، البته نسبت به دیروز 300-400 دلار کاهش قیمت پیدا کرده، ولی هنوز ریالیش بالای 1.2 میلیارد هستش. و عرض کنم که را تتر هم اینجا زده، بزنید یه رفرش بکنیم 26.130، در حالی که امروز دلار بچه‌ها رسید به 27 تومن، چون که من خبرشو داشتم دلار قیمتش اومد بالاتر. و ولی خب بله درست شد، حالا درست شد و همونجوری که می‌بینیم 26960 تومان شد دلار تتر. و دلارم می‌دونم که امروز بالای 27 تومان، یعنی 1000 تومان به قیمت دلار تقریبا دیروز سالا اضافه شده و این
اینجا خودشو داره نشون میده، یعنی قیمت ریالی بیت کوین برخلاف اینکه 415 دلار هم نسبت به دیروز قیمتش کاهش پیدا کرده، ولی ریالیش کمی اومده بالا. دیروز فکر کنم 1 میلیارد و 240 میلیون بود، حالا شده 1 میلیارد و 277 میلیون. اتریوم هم 91 میلیون و 700 هستش و خب اینها به علت افزایش قیمت دلار در کشور اتفاق افتاده. بیت کوین کش هم که میبینید حالا هم دلاریش مقدار رفته بالا، هم که قضیه تتر اووردش بالای 10 میلیون تومان. بیت کوین کشی که تا 10-12 روز پیش رو 7 میلیون تومان ما داشتیم میدیمش، میشه گفت 30% تو این 10 روز اومده بالا. ترون هم الان 1890 تومان داره معامله میشه، انتظار داریم که به زودی اینها هم سعودی بشوند. و خب دیروز راجعش صحبت کردیم، الان هم من دیگه صحبت نمی کنم. اگر ندیدید ویدیو دیروز، یعنی سه‌شنبه 9 فروردین رو حتما ببینید، آخرش راجع ارزهای دیجیتال و اینکه چیا بخریم و چیکار کنیم و اینا من صحبت کردم دیروز. خب باز دوستان راجع ارزهای دیجیتال سوال کرده بودن، فرضا مثلا یه رمز ارز مثل ماتریکس رو میگن بخریم یا نخریم. ببینید دوستان، ما دیروز هم خدمتتون گفتم بین مثلا 5-6 هزار تا ارز دیجیتال ما نمیتونیم بگیم که کدوم یکی از همه موفق‌تر خواهد بود مثلا در 6 ماه آینده. من دیروز گفتم مثلا باید یه سبد درست بکنید از ارزهای دیجیتال توی رنگ‌های مختلف و توی کارهای مختلفی که انجام میدن. این نیست که شما همه پولتو برداری بری ماتریکس رو بخری، ولی خب حالا یه بخشی بخری اشکال نداره. شما فرضاً 100 میلیون اگه پول داری، حالا میگی من 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون شما خواهم ماتریکس بخرم، خیلی خوب بخرید، مشکلی وجود نداره. همچنین باز آیدی بدون تعارف خودمونی میگن که باز این روزها چه ارزی بخریم، که خب تقریبا همون صحبت دیروز ما میشه که من این را خدمتتون گفتم. بعد میگن از کی شروع به خرید کنیم، الان موقع خوبه یا صبر کنیم حرکت بیت شروع بشه. خب ببینید این همیه قضیه که اگه ما بخوایم به روال سالهای گذشته بشینیم نگاه بکنیم، که با شروع ماه بعدی، ببینید الان امروز چیه، الان امروز 30 مارس هستیم، ما اینجا یعنی اول ماه میلادی آینده، این 2 روز دیگه بیشتر فرصت نمونده. اگه بخواد مثل سالهای گذشته باشه، از یه 2-3 روز دیگه حرکت ارزهای دیجیتال باید سعودی بشه. میگم این اگره مهمه، که خب من حالا انشالله امشب یه برنامه ارزش درست کنم مثلا کلا بپردازیم که سالهای گذشته چه اتفاقاتی افتاده و چرا ما داریم اینا میگیم. خب اگه بخواد شروع بشه تقریبا الان موقعیت مناسب و خوبی هستش، ولی خب باز برای اینکه ریسک شما کاهش بدید میتونید پله خرید کنید. در حال هیچ وقت خرید آنی توصیه نمیشه در هیچ بازار مالی، میتونید الان بخش مثلا 1/3 رو الان بخرید، اگر اون پایین تر 1/3 دیگه رو بخرید، و خب دیگه اگر رفت بالاتر که دیگه جا موندید از بازار. در حال ما خریدامون رو تکمیل کردیم الان، نه یک و دو ماه قبل، و ارسلام خدمتتون منتظریم که وارد این ماه مارس تمام بشه و وارد آپریل بشیم، منتظر این قضیه هستیم. خب آیدی ای انگوری در ارتباط با بازار دیروز فرابورس و امروز شدن ایشون میگن که اینا یکم هماهنگ بوده و چند نمادی مانند فارس و قویتا اینها یه مقدار مشکوک بوده. در هر حال البته خب حالا ما خیلی با نگاه بدبینانه به بورس فعلا نگاه نمی کنیم، به خاطر اینکه ببینید سال جدید، بودجه جدید، قوانین جدید، اتفاقات جدید را ما به فال نیک میگیریم. امیدوارم واقعا اون چیزی که ما فکر میکنیم اتفاق بیفته، به خاطر اینکه در هر حال سال گذشته یه صحبتایی کردن، گفتن آقا تو بودجه امسال این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، اینجوری میشه، اونجوری میشه، حالا شروع شده. بالاخره از ابتدای سالم تأثیرش مثبت بود، امیدواریم از جا به بعدم مثبت باقی بمونه و در حال شاخص حداقل تا 1600-700 بیاد. این حداقله، یعنی انتظار ما این هستش که بالاتر هم بیاد، ولی خب حالا حداقلش من فکر میکنم تا این به اصطلاح قسمت رو بیاد.
خب دوستان، ممنون که برای من کامنت میگذارید. منتظر کامنتاتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.